مراسم یادبود نیتون سیریلو، نگهبان بنای یادبود کشته شدگان جنگ، روز جمعه در اتاوا پایتخت کانادا برگزار شد. در ادامه جنازه این سرباز 24 ساله از اتاوا به شهر همیلتون زادگاهش انتقال داده شد. صدها کانادایی در طول مسیر یاد و خاطره او را گرامی داشتند. با توجه به حملات اخیر تروریستی در کانادا، دولت قصد دارد با ارائه یک لایحه قانونی قدرت و دامنه اختیار دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی را در مبارزه با تروریسم افزایش دهد. مایکل زهاف بیبو همانطور که دوربین‌های مداربسته به تصویر کشیدند، با حمله به بنای ملی یادبود جنگ در اتاوا این سرباز را کشت و پس از ورود به ساختمان پارلمان خود به ضرب گلوله از پای درآمد. پیشتر هم در حوالی مونترال فردی دو سرباز کانادایی را زیر گرفت که یکی از آنها کشته شد.